زلنا بخونه. خب در سابق از مرده ها به نفع کسرت خودشون استفاده میکردن، میخواستن بگن رأی ما زیاده، طایفه ما زیاده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوپن من یادمه 1124 کوپن آورده بودن میدادن، شناسنامه مرده ها رو میگرفتن کوپن بگیرن. اما اینه دیگه ندیده بودیم که از مرده و قبرشونم بترسن. چه ترسی داره؟ بله شب آدم از مرده میترسه، اینم به قول امام سلام الله علیه وهمه، خیاله، نه اینکه واقعیت بر. روزش نمیترسیدم، حالا شب چطور ازش میترسم؟ آگاهی بدهید، حقوق مردم رو تذکر بدهید و بدانید کمتر جریانی مثل جریان امروز باعث تنفر مردم از برخی از مسئولین شده. البته اون آقایون میگن نه، من حال کار ندارم، هر کسی عقیده خودشو میگه. بنده میگم بله، اونا میگن نه. حداقل من میگم 13 میلیون 14 میلیونی که قبول کردید، حالا 13 میلیونی که قبول کردن که البته عدد 13 هم نحس خود میذاشتن، میگن نحس ولی نحس این غلطه، اینا گذاشتن اونجوری گذاشتن. روز دوشنبه هم روز نحسیه، اینا هم بدونید هر کاری که روز دوشنبه باشه به نتیجه نمیرسد. روز دوشنبه چون روز رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا این نشد که برای پیغمبر اقلا صلوات بفرستید. این حالا یه قصه بگم خستگیتون در بره. من گفتم برای امام وقتی اسم شهرش آوردن سه تا، ولی برای پیغمبر معنیش این نفرستیم، یکی صلوات بفرستیم. گفت حالا نه، گفت یه آقای، گفت ما یه آقا داریم، البته حالا این عوام فریبی خیلی زیاد هست، اون تا ملت آگاه شده، دانشگاه ها، بازار، خیابان، مردم، امام مردمی رو ساخته که کلا سرشون نمیره. گفت ما یه آقا داریم، آقای ما مرتب امام زمان رو میبینه، باش چپق میکشه، قلیون میکشن، سیگار میکشن، بیا بر برم سراغ اون آقا، مثلا بریم اونجا با اون آقا تماس داشته باش، ول کن این آقا را. چی کار داری به حجت الاسلام و المسلمین آقای قدس علوی؟ اون که اصلا امام زمان نمیتونه ببینه که. یا بریم اونجا خیلی خوبه. گفت باشه، این آدم زرنگی بود، گفت من برم از خودش بپرسم بعد بیام بریم. آمد سراغ خود اون امام روحانی، اون آخونده، اون شخص، من حالا هر جوری میشه توجیه کرد قصه را. گفت شما امام زمان رو میبینید؟ این حرفا چیه؟ کی من امام زمان رو میدیدم؟ کی توجه داشتم به این حرفا؟ من کجا امام زمان رو دیدم؟ ابدا، محاله. برگشت به اون مریده گفت که دیدی که من گفتم، دیدی گفت تو گفتی امام زمان نمیبینه؟ من رفتم سراغ خودش، گفت که نه من امام زمان رو نمیبینم. گفت ها، اشتباه تو همینه، همین حرفایی که حالا سر ما گایی میخوان اینجوری کلا بزنن، اما دیگه نمیتونه، دیگه گذشت، ملت بیدارن و آگاه. گذشت اون روزا. ببینی چقدر میخواست عوام فریبی کنه، گاهی کارهای بعضی از این آقایون همین مقدار عوام فریبی ها. گفت بله امام زمان هم میبینه، از هرومزادگیش دروغ میگه. گفت اون آقا امام زمان هم میبینه، از هرومزادگیش دروغ میگه. این هم مطلب دوم. یادتون، نمیدونم یادتون باشه، هر کجا به نام هدفتون حضور پیدا کنی، هر کجا به نام هدفتون نیست تو خونتون میشینی، هر کجا هدفتون حضور پیدا کنی. من یادم از تهران سوار شدیم ماشین رفتیم تهران، از قم رفتیم تهران، من یه بچه طلبه بودم، جمع شده بودیم اونجا مسجد امام فعلی شاه سابق، اونجا جمع شده بودیم میخواستیم تظاهرات کنیم. اون وقتی بود که مسئله انجمن ایالت و ولایتی بود، میگفتیم که مشروطه به استبداد بر نمیگرده، چهار تا اون نصف آدم بودیم، اما میگفتیم مشروطه به استبداد بر نمیگرده. دوستان انقلاب امام مترصد بودن کجای حرکتی به نفع امامه، میرفتن. شما هم مترصد باشید کجا حرکتی به نفع هدفتونه، برید در اونجا شرکت کنید. آخرین عرضم که عرضم تمام بشه که حق همه رو رعایت کرده باشم، هم صاحبان قلم، اندیشه، روحانیون، این که اسلام آمده برای ریشه یابی. مسائل سطحی خیلی مهم نیست، اون چه مهمه ریشه یابیه. و لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. آیشه غلط و اشتباه خوندم، نمیدونم، لعلهم یحذرون.
تفقه نه معنای مسئله بلد بودن، این تفقه یعنی ریشه یابی. شما در مسائل سیاسی باید ریشه یاب باشید، به جای اینکه برید یه جایی بشینید استعمار فکریتون کنن، بشینید خودتون مطالعه کنید، فکر کنید، بنشینید بحثای شهید مطهری رو مطالعه کنید، شهید بهشتی رو مطالعه کنید، هر جا میتونید آگاهی بدید، حرف بزنید. ریشه یابی مهمه و این ریشه یابی است که میتونه خیلی کارا را پیش ببره. یکی از این ریشه یابی ها اینه که همه بازیایی که الان داره درگیر میشه بازیه، همش بازیه، ننه نخودیه یا بازیه قصه سرمگزی دم مگزی میخوای بگم میخوای نگم، همش سر کاریه. نه از لا حساب شده است، نه نسها حساب شده است، نه اونو بیار اینا ببر، اینا همش بازیه، همش برای اینه که اقتدار افرادی رو بالا ببرند. من محال میدونم رو جریان عادی بعض افراد عزل بشوند، محال میدونم، محال عادی، اما برای اینکه به اونا این اقتدار بدن، اینا عزلش کن، اونا نصبش کن، اینا بیار، اونا ببر، اونا اونجا، اینایی که شما میخونید یا بعضی از نمایندگان محترم میگن، ما تفلک ها درست میگن اما توجه ندارن، اصلا این حرف ها مطرحنی، بازی سرگرمیه. وای به حال ملتی که سخن روزشون غیر دردشون باشه. درد درد زندانیه، اسیر ظالمین امروز، درد درد اوناییست که وزنشون رو کم کردند، شوخی میکنن اگر اونجا سنا بوده، درد اونجاییست که اقرارها با تجرید گرفته شده، درد اونجاییست که نمیذارن سر جنازه عزیز کردش بشینه فاتحه بخونه، درد آزاد کردن این هاست. چه مانعی دارد تمام قرارها رو تبدیل کنن؟ من نمیام خلاف قانون، و همه قرارها تبدیل بشن، حالا دیگه بسه دیگه، تمام رمزون اقلا تبدیل کنن، بگه نا بری خونه هاتون بعد بیاید دادگاه. چون یکی از راه های قرار اینجوری که بنده مساله بلد نباشم، بنده هم تو حکومت بودم، هم تو آخوندی بودم، هم تو منبر بودم، هم خیلی بلدم، حتی گاهیم کلا سرم میره، اون بحثی نیست، مسئولیتم نمیتونم انجام بدم، گاهی شیطون میاد کلا سرم میذاره، حتی اگه من کلا سر شیطون نگذارم، اما اینجوریه که میشود همه این زندانیا رو آزاد کنن. شما که میگید اقرار کردن، اقرارم که بحثی نداشتی، دادگاه قرارشون را زود تمام کنه، پرونده هاشون را بگه برید، ما رمزون ماه رحمت خداونده، روزه میخواییم بگیریم، خب برید دیگه، خب برن بعد از ما رمزون بیارندشون، چه مانعی داره؟ آسمونی زمین میاد، حالا حداقل اینه بذارن ما رمزون مردم اینایی که جووناشون کشته شدن نمیره سر قبراشون دعا بخونن. شماها اگر فرزند ندارید نمیدانید کشته شدن یک فرزند یعنی چی. آقای خیال میکنن خودشون با خاکی نباد بزرگ شدن، به قول ما اصفهانی ها همه ی بچه های این مملکت با خاکی نباد بزرگ شدن. 100 میلیون بده به یه پدری بچه شو بده بد نمیده، این فرهنگ اسلامیه و فرهنگ دینیه. ما صاف قلبشو نشانه بریم، بعد منجیت گرفته و نمیدونم چی گرفته، یا تو اون زندان نمیدونم مرض مصری اومده تو اون زندان، خب کی مسئول مرض مصریه؟ خب مرض مصری اونایی که مسئولن، مسئول مرض مصری مثلن، خب تو زندان نگه داریم مرض مصری؟ یادتون باشد همه چیزا بازیه.